سلام، پریسا نصری هستم با یک ویدیوی دیگر در زمینه هنر زن بودن در خدمت شما دوستان نازنینم. عزیزان من، همه ما از اینکه مورد عشق، محبت و دوست داشته شدن واقع بشیم لذت میبریم. همه ما از اینکه ستایش بشیم لذت میبریم. همه ما از اینکه بتونیم محبتمون رو به دیگری انتقال بدیم و دیگری این محبت رو درک کنه لذت میبریم. اما چرا با وجود اینکه من بی‌نهایت به یک فردی محبت میکنم، اون محبت منو نمیبینه و ناخودآگاه در من یک سرکوبی احساسی ایجاد میشه؟ باید توی خاطرمون این رو بیاریم که اگر قرار هست به دیگران عمق محبتمون رو نشون بدیم، اول از همه باید این مهر و محبت رو نسبت به خودمون داشته باشیم. شما زمانی میتونید مهر و محبت و عشقتون رو به دیگری انتقال بدید که اول از همه خودتون رو دوست داشته باشید. وقتی خودم رو دوست داشته باشم، وقتی عمیقا به خودم عشق بورزم، وقتی عمیقا خودم رو مورد احترام قرار بدم، ناخودآگاه برای خودم چارچوب‌های رو قائل میشم که این چارچوب ها به من کمک میکنه حد و حدودم رو در یک ارتباط حفظ کنم، موازینی که باید اونها رو رعایت کنم رو رعایت کنم و ناخودآگاه کمک میکنم به دیگران، همسر، فرزندان، پدر، مادر، دوستان، همکاران، تا اونها هم بتونن من رو بهتر درک کنن و بهتر دوستم داشته باشن. شما چطور توقع دارید از آدم‌ها که شما رو دوست داشته باشن در صورتی که خودتون رو دوست ندارید؟ شما چطور از دیگران توقع دارید که به شما احترام بگذارن وقتی خودتون برای خودتون احترام قائل نیستید؟ وقتی در یک ارتباطی قرار گرفتم به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان خواهر، برادر و فرزند و دیگران از من توقع اینو دارند که به نوعی خودم رو در یک سری از چهارچوب ها براشون حفظ کنم و نگه دارم و من نمیتونم این چهارچوب ها رو نگه دارم، چطور انتظار دارم دیگری به من احترام بگذارد؟ شماها باید این رو در نظر داشته باشید. زمانی دیگران ما رو میبینن، زمانی دیگران ما رو مورد ستایش قرار میدن که ما خودمون عزت نفس، عزت کلام و احترام و دوست داشتن به خودمون رو حفظ کنیم. توی کلامم چه چیزهایی رو بیان میکنم؟ توی ارتباطاتم در اجتماع چگونه برخورد میکنم؟ رفتار من نسبت به خانوادم چطور هست؟ از نقطه ضعف با آدمها برخورد میکنم یا از نقطه قدرت و قوت؟ گاهی اوقات توی برخی از ارتباطهای عاطفی میبینیم که یک فرد بی نهایت خودش رو تحقیر میکنه تا بتونه محبت طرف مقابل رو جذب کنه و جلب کنه. یادتون باشه، آدمها دوست دارن در کنار کسانی قرار بگیرن که بهشون حس مثبت بده، احساس قدرت بده، احساس امنیت بده، نه ترسو بودن و عدم جسارت و آدمهای ضعیف بودن رو. آدمها دوست دارن در کنار کسانی باشن که احساس کنن هم فکر خوبین، هم زبان خوبین و همه اینها مشروط بر این است که من به عنوان یک شخص، به عنوان یک زن، به عنوان یک مرد خودم رو کامل بپذیرم. لازمه دوست داشتن خودتون، پذیرش خودتون با تمام ویژگی هایی هست که دارید. من باید خودم رو با تمام ویژگی هایی که دارم بپذیرم و بعد اگر احساس نقص می کنم، احساس کمبودی در خودم دارم، این نقص ها و کمبود ها رو برطرف کنم، نه اینکه کلن خودم رو تحقیر کنم و خودم رو نادیده بگیرم. اگر می خواهید دیگران دوستتون داشته باشن، اول خودتون رو دوست داشته باشید. این ویدیو رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ممنونم.